و از سلام خدمت دوستان عزیز، با ادامه مبحث رین یک در خدمتون هستم. دوستان، ما تو بخش قبلی راجع به ریداکس صحبت کردیم که ریداکس چی هست، چجوری کار میکنه، و یه پروژه هم با هم انجام دادیم، یه شرکت بیمه رو با ریداکس انجام دادیم. نکته که وجود داشت بچه، ما تو بخش قبلی اصلا چیزی به نام ریاکت نداشتیم، یعنی هنوز وارد بحث ریاکت نشده بودیم و صرفا فقط با خود ریداکس آشنا شدیم و یه جور میشه گفت پیور جاوا اسکریپت ما کد زدیم. اما از این جلسه میخوایم راجع به خود ریداکس توی ریاکت صحبت بکنیم، یعنی نحوه استفاده از ریداکس توی ریاکت صحبت بکنیم و در اون بحث اصلیمون رو شروع بکنیم. ما جلسه قبل بچه در رابطه با یه همچین چیزی صحبت کردیم، یه یعنی چرخه ریداکس صحبت کردیم تو بخش قبلی، اینکه اون مرحله اول یه اکشن کریوتر داریم که در یه اکشنی رو ایجاد میکنه، این اکشن توسط دیسپچ داده میشه به ریدیوسر. ریدیوسر وظیفه‌اش اینه که این اکشن رو بگیره، یه تغییری توی دیتا ما یا همون استیت ما بده و یه خروجی به ما بده. ما میخوام همین چرخه رو بچه بیاریم تو پروژه های ریاکتمون استفاده بکنیم. یه پروژه خیلی ساده من در نظر گرفتم برای قسمت اول که خب فعلا یه جوری گرم بکنیم، ان شاءالله بریم سراغ پروژه سنگین‌تر. پروژه که در نظر گرفتم بچه یه همچین شکلی داره. خب یه همچین شکلی داره بچه ها. یه صفحه هست، خب یه تعداد آهنگ هست، جلوش هم یه دکمه هست که سلکته. وقتی رو هر کدوم از این آهنگ ها سلکتش رو میزنه، دیتیل اون آهنگ سمت راست قرار نمایش داده بشه. خیلی ساده است، یعنی شما میتونید همین رو با ریاکت عادی هم انجام بدید، قطعا الان میتونید انجام بدید با اون چیزی که تا الان یاد گرفتید، اما ما میخوایم اینو با ریداکس پیاده سازی بکنیم، یعنی میخوام همون کد ریاکت رو بزنیم، ریداکس رو داخلش وارد بکنیم. خب بریم پروژه رو استارت کنیم بچه ها. خب ویژوال استودیو کد رو باز میکنم، کنترل جی رو میزنم، ترمینال هم باز شه، کرییت ریاکت اپ اسمش هم میزنم سانکس. خب یه چند ثانیه صبر بکنیم پروژه رو استارت بشه بچه ها. خب بچه ها پروژه همون نصب شد. خب یه مرحله دیگه داریم. مرحله بعدی بچه ها اینه که ما بیایم ریداکس رو نصب کنیم داخل پروژه همون. جلسه قبل گفتم ریداکس صرفا مال ریاکت نیست. خب شما میتونید از ریداکس داخل ریاکت استفاده کنید. برای همین ما یه پکیجی داریم بچه ها به نام ریاکت ریداکس، اون رو باید نصب کنیم. یعنی مستقیما ریداکس رو نصب نمی کنیم. ریداکس هست که مال فقط ریاکت نیست. پس میسازم npm install dash save redux react redux. یه چند دقیقه طول میکشه تا این دوره نصب بشه. من ویدیو رو دوباره استاپ میکنم. خب خداشو خیلی طول نکشید، احتمالا من چون قبلا داشتم. خب اینم از این. حالا بریم سراغ پروژه هم بچه ها. خب اینو میبندم، من میرم داخل پروژه هم. آه راستی پروژه هم چیز نکردم، cd songs. برم داخل فولدر پروژه هم، کد به ویژوال استودیو کد اونجا باز کنم. خب یکی رو ببندم این باز باشه. میام داخل فولدر سورس هم بچه ها، همه چی رو پاک میکنم مثل روال قبل. اول یه دونه ایندکس دات جی اس درست میکنم بعد تا بعد ایمپورت React from React import React DOM from React DOM. بعد import app. app رو که هنوز درست نکردم ولی خب جلوتر بریم درست میکنم. از پوشه components slash app. بعد میرسم react dom.render slash app document.query selector hashtag root. بچه این قسمت میدید چی کار میکنه دیگه؟ در حقیقت میره داخل فایل سورس هم
ایندکس HTML اسلش روت بچه ها یه دونه دیو دارم من اسلش روت نگاه کنید اینو هاشش این میاد اینو پیدا میکنه میگه من میخوام اون کامپوننت اپ هم که کامپوننت مادرمه اینجا رندر بشه این کاری که کد میکنه اینه بچه خیلی خوب اینم از این بریم سراغ ادامش خب بریم اپمون رو درست کنیم اینجا میام یه دونه فولدر درست میکنم برام کامپوننت داخل دایرکتوری کامپوننت اینو فایل درست میکنم برام app.js بعد اینجا میسم import react from react const app سرویس با فعلا برای من فقط یه دونه دیو ریتر میکنه که داخلش نوشته اپ فقط فعلا و export default اپ خب بیم داخل پروژه همون بچه ها پروژه همون را نکردم بستیم npm start خب پروژه همون که را میشه بچه ها یه دونه اپ اون گوشه سایت شما میبینید اوکی خیلی خب بریم سراغ ادامه خب بریم مرحله بعدی بچه ها سمنتیک یو رو وارد پروژه همون بکنیم چون قرار ازش استفاده کنیم برای که css ما css اینو میخوام خب میام داخل پروژه هم ایندز html این بالا بعد از این لینک میذارمش خب این هست خب پس قبل از اینکه بریم سراغ ادامه در حقیقت پروژمون خب و بخوام کد بزنیم اول یاد صحبت بکنیم در رابطه ساختار پروژمون و اینکه قراره چجوری ریداکس رو واردش بکنیم ساختار پروژه ما بچه ها قراره یه همچین شکلی داشته باشه قرار دو تا کامپوننت داشته باشیم یه دونه سانگ لیست یه دونه سانگ دیتیل که اینا هر دو تاشون داخل یه کامپوننت بزرگتر قرار دارن به نام اپ اوکی پس این ساختار پروژمونه حالا نکته که وجود داره اینه که ما اول یه بار ساختار رو بدون ریداکس بخوایم ببینیم یه بارم با ریداکس ببینیم چه فرقی با هم دیگه دارن خب بچه این ساختار پروژمون بدون ریداکسه خب یه دونه کامپوننت سانگ لیست داریم یه دونه سانگ دیتیل خب یه دونه کامپوننت اپ داریم که بالای این دوتا قرار میگیره ما دوتا استیت خواهیم داشت یه دونه لیست آف سانگ یعنی لیست آهنگا یه دونه سلکتد سانگ یعنی آهنگی که کاربر انتخاب میکنه دیتیلش رو ببینه کامپوننت سانگ لیست هر دوتا استیت رو نیاز داره یعنی هم ببخشید استیت لیست آف سانگ رو نیاز داره یه دونه کال بک فانکشن نیاز داره که اگه کاربر رو هر کدوم از این آهنگا کلیک کرد اون سلکتد بیاد بالا پس یه دونه کال بک میخوایم سانگ دیتیل بچا کال بک نیاز نداره فقط استیت سلکت سانگ رو میخواد برای نمایش یعنی سلکت سانگ رو بهش میدیم میگیم نمایش بده این ساختار پروژه بچا بدون ریداکس حالا سوال اینجاست که اگه بخوایم ریداکس استفاده کنیم چیکار باید بکنیم یعنی اگه بخوام ببینمش تو این چارچوب چیکار باید بکنیم ریدیوسرمون چیه اکشنمون چیه این دوتا رو بعد مشخص بکنیم میرسه به عکس بعدی بچا خب ساختار پروژه بچا با ریداکس همین شکلی پیدا میکنه ما دوتا ریدیوسر داریم یادتون باشه ریدیوسر بچه وظیفش اینجا چی بود؟ وظیفش این بود که اکشن رو میگرفت استیتمون رو عوض میکرد درسته؟ ما اینجا دوتا ریدیوسر داریم یه دونه سانگ لیست ریدیوسر داریم که وظیفش جنریت کردن لیست آهنگ هاست یه دونه سلکتد سانگ ریدیوسر داریم که وظیفش عوض کردن آهنگ انتخاب شده است باز خاطرتون باشه بچه ریدیوسر ما برای اینکه این کار انجام بده نیاز به اکشن به عنوان ورودی داشت ما یه اکشن هم اینجا خواهیم داشت به عنوان سلکت سانگ یعنی کاربر ما وقتی روی هر کدوم از این آهنگا کلیک میکنه یه اکشن درست میکنه اکشن ما داخلش آهنگیه که کاربر انتخاب کرده اونو میده به ریدیوسر مورد نظر ریدیوسر مقدار استیت متناظر با آهنگ انتخاب شده رو عوض میکنه اوکی پس قرار چارچوبمون بچا این شکلی باشه حالا میخوایم بریم بیایم ایشا جلسه بعدی میخوام راجعش صحبت بکنیم که این ریدیوسر و اکشن رو قرار کجا بنویسیم و چجوری قرار سانگ لیست و سانگ دیتیل بهش دسترسی داشته باشن بریم بیام راجع به صحبت بکنیم فعلا خداحافظ